با سلام به بینندگان عزیز جوناس تیوی، من ماشاءالله رزمی برای برنامه فارسی امروز به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما خواهم بود. هموطنان عزیز، صحبت امروز ما در دو قسمت است. در قسمت اول راجع به در واقع کسانی که مخالف مدرنیته هستند پشت اسلام سنگر گرفتند صحبت خواهیم کرد، و در قسمت دوم راجع به استراتژی جدید کشورهای اروپایی برای مبارزه با داعش در منطقه خاورمیانه با شما صحبت خواهم کرد. همیانان عزیز، بیش از دو هفته از وقایع پاریس و حمله تروریست ها به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو می گذرد. این واقع باعث شده است که مسئله اسلام و مدرنیته در میان صاحب نظران و تحلیلگران اروپایی به صورت جدی بار دیگر مطرح بشود. نظر عمومی این است که تمام مخالفان مدرنیته اکنون پشت سر اسلام سنگر گرفتند و مخالفت خود را با تجدد و مدرنیته به نام اسلام بیان می کنند. اسلام در نفس خود مخالف پیشرفت و مدرنیته نیست، ولی کسانی که دین را دکان برای خود درست کردند و دین فروشی شغل آنها شده است می دانند که اگر مردم آگاه شوند و به طور کلی جامعه مدرن شود، اندیشه های مدرنیته در جوامع اسلامی جاری شود، جایی برای تاریک اندیشان و کسانی که از جهل عمومی بهره برداری می کنند نخواهد بود. بنابراین همه آنهایی که امروزه مخالف مدرنیته و تجدد می باشند در پشت اسلام سنگر گرفتند و اقدامات خود را به نام اسلام عمل می کنند یا قلمداد می کنند، یا به طور کلی همه جا کارهای ارتجاعی خود را به اسلام ربط می دهند و تحت عنوان دفاع از اسلام به قتل و جنایت و ترور دامن می زنند. در مورد مجله فکاهی شارلی هبدو، هفته نامه شارلی، تظاهرات زیادی در کشورهای مسلمان سازماندهی شد، از جمله در تهران. جمهوری اسلامی اجازه داد که بسیجی ها که در واقع عوامل خود دستگاه هستند در مقابل سفارت فرانسه تظاهرات بکنند. در بعضی از کشورها از جمله در نیجر بیش از 10 نفر در تظاهرات که علیه مجله شارلی ترتیب داده شده بود کشته شدند. همه این وقایع به بهانه اینکه تصویر پیغمبر اسلام را در مجله شارلی چاپ کردند و تصویر در اسلام حرام است انجام گرفت. اکنون برای روشن شدن موضوع، برای اینکه شنوندگان به اصطلاح به اصل موضوع بیشتر آشنا بشوند، موضوعی رو من مطرح می کنم که در راجع به اسلام و تصویر هست. اخیراً اسلام شناسا و کسانی که مطالعات جدی در مورد قرآن و اسلام و همچنین زندگی شخصی پیغمبر اسلام دارند، اظهار نظرهای گوناگونی در این باره کردند. مورخان متفق القول هستند که در قرآن در هیچ جا به مسئله حرام بودن تصویر اشاره نشده. حال
این فقط بعد از اسلام بوده که عده‌ای خواستند از این مسئله بهره برداری سیاسی بکنند و گفتند تصویر پیغمبر و سایر مقدسین دینی حرام هست و نباید تصویر کشیده شود و آن را به این مسئله رفت دادند که تصویر کشیدن نوعی شرک است، خلاقیت از آن خداست، هر کسی میخواهد مجسمه درست کند یا عکسی را بکشد، شخصی را تصویر بکند، من نوعی کار خلاقیت انجام میدهد و در کار خدا دخالت میکند و این شرک است. این مسئله با واقعیت‌های تاریخی انطباق ندارد. همچنان که اشاره کردم قرآن شناسا و اسلام شناسا معتقدند که در هیچ کجای قرآن به مسئله ممنوع بودن یا حرام بودن تصویر اشاره نشده است. تنها یک حدیث، یک جمله‌ای که به پیغمبر اسلام نسبت داده شده است، بهانه‌ای هست برای کسانی که موضوع تصویر را مطرح می‌کنند. این حدیث به این ترتیب هست که گفته می شود روزی حضرت محمد می خواست وارد خانه عایشه جوانترین زن خود بشود. می بیند که عایشه یک تصویری در دیوار نصب کرده است. پیغمبر از وارد شدن به خانه آن خودداری می کند و وقتی عایشه علت آن را می پرسد پیغمبر میگوید که هر جا این تصویر باشد فرشتگان به آنجاها داخل نمی شود. به این ترتیب این حدیث که به هیچ وجه مبنای قرآنی ندارد بهانه شده است تا بعدها هر گونه تصویر از جمله تصویر مقدسین ممنوع گردد و به نوعی در اسلام نقاشی کردن و مجسمه سازی ممنوع شده است. مورخین دنبال این علت مسئله هستند که چرا خود پیغمبر نمیخواست وارد خانه بشود که تصویری در آن بوده، یا چرا پیروان محمد بعد از فوت پیغمبر این مسئله را بزرگ کردند و نصب هر گونه تصویر در خانه را ممنوع اعلام کردند. آنها معتقدند که عبدالمطلب پدر بزرگ محمد که محمد پیش او بزرگ شده بود بت‌پرست نبوده بلکه مانوی بوده، اعتقاد به مسلک مانوی داشته. میدانید که مانی اعتقادات خود را فقط با تصویر معرفی می‌کرد. کتاب او نوشته نبوده بلکه پر از تصویر بوده است. در دورانی که افراد باعتقاد انگشت شمار بودند تصویر شاید بهترین وسیله برای نشان دادن آنچه که در واقع ممکن بود از طریق تصویر نشان داده شود بوده است. به این جهت محمد جوان نیست چون پیش پدر بزرگ بزرگ شده بود گفته میشد که احتمالا اعتقادات پدر بزرگ خود را قبول کرده است. ولی وقتی محمد شروع به تبلیغ اسلام نمود با هر گونه تصویر مخالفت کرد. دلیلش بوده که در واقع اگر تصویر رایج میشد هم دین مانوی در آنجا توسعه پیدا میکرد و همچنین گفته میشد دین محمد با دین مانوی فرق زیادی ندارد. به این جهت مورخین معتقدند که پیروان محمد به ویژه بعد از فوت پیغمبر این مسئله را عمده کردند تا به نوعی با دین مانوی مبارزه بکنند و یک تصمیم سیاسی بوده است و به هیچ وجه جنبه قرآنی و اعتقادی نداشته است. اما می دانید که در دوره‌های مختلف اسلام این دیدگاه
تغییرات مختلفی پیدا کرده است. در دنیای اسلام مقاطع بوده یا حکومت‌هایی بودند که نه تنها تصویر کشیدند بلکه تصویرهای بسیار به اصطلاح عریانی را نیز به نمایش گذاشتند. دوران خلافت عباسیان از آن جمله است که در واقع دربار هارون الرشید و داستان‌های هزار یک شب در اون رابطه بسیار معروف هستند. در هر صورت این ممنوعیت حالا دوباره به بهانه شده برای کسانی که میخواهند با مدرنیته مخالفت بکنند. اما شارلی هبدو چی میگفت؟ چرا این نقاشی را کشیده است؟ شارلی هبدو از سال 1968 در واقع شعار سال 68 در انقلابات خیابانی آن دوره که در اروپا بوده حفظ کرده بود. در جنبش سال 68 گفته می شد که ممنوع کردن ممنوع است و شارلی هبدو به این شعار وفادار مانده بود و می گفت در عرصه هنر هیچ چیز نباید ممنوع شود. بنابراین با هر گونه سانسور مخالفت کرد. دولت نیز این مسئله را بر اساس قوانین جاری در فرانسه پذیرفته بود و اجازه میداد که آزادانه انتقاد بکند، از دین انتقاد بکند، از کلیسا انتقاد بکند، از یهودیت انتقاد بکند، از اسلام انتقاد بکند و رهبران مسیحی، یهودی و اسلامی را به صورت کاریکاتور معرفی بکنند. در رابطه با یهودی ها و مسیحی ها مشکلی پیش نیامد. ولی گروه های بنیادگرای اسلامی از سال 2006 که مجله شارلی هبدو کاریکاتورهای کاریکاتوریست دانمارکی را تجدید چاپ کرده بود، قصد از بین بردن این مجله و هیئت تحریریه آن را داشتند. به همین جهت است که می‌بینیم حالا روشن شده است که دستور حمله به مجله شارلی هبدو مستقیما از طرف ایمن زواهری رهبر القاعده صادر شده، از طریق القاعده شبه جزیره عربستان در یمن به برادران کواشی در واقع مأموریت داده شده، القاعده یمن پول، اسلحه و برنامه عمل در اختیار این دو برادر گذاشته تا دفتر مجله شارلی هبدو حمله بکنند و هیئت تحریریه آن را به گلوله ببندند. بنابراین مسئله مخالفت با مدرنیته اصل خواست بنیادگرایان اسلامی است. آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه محورهای اصلی اندیشه مدرن و مدرنیته در جوامع تمدن هستند. کسانی که با آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی اعتقادات دینی مخالفت می کنند به هر دلیلی که بخواهند، در اصل با مدرنیته مخالفت می کنند. رهبران اسلامی از جمله رهبران جمهوری اسلامی در تهران می خواهند تکنولوژی مدرن را از غرب بگیرند، ولی حاضر نیستند اندیشه یا فلسفه ای را که این تکنولوژی را تولید کرده قبول بکند و این شدنی نیست. شاه ایران قبل از انقلاب نیز میخواست نظام دیکتاتوری را حفظ بکند، در عوض ایران را مدرن بکند. مدرن کردن کشور بدون مدرنیته نه تنها پایدار نیست بلکه میتواند
به عکس خود تبدیل شود. همین مسئله باعث شد که رژیم شاه سرنگون شود. او نظام دیکتاتوری را میخواست حفظ بکند، در عوض میخواست تکنولوژی غرب را با پول نفت بخرد و ایران را مدرن. جمهوری اسلامی نیز هم کار را میخواهد بکند، ولی این کار شدنی نیست. آن تکنولوژی زمانی در واقع میتواند در جامعه جا بیفتد که اندیشه مدرن یا مدرنیته نیز در جامعه پذیرفته شود. دموکراسی، مسئله آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی احزاب، آزادی روزنامه‌ها، آزادی ادیان، اینها اساس مدرنیته هستند تا یک جامعه مدرن شود. تا زمانی که اندیشه مدرن در جامعه ریشه نگرفته و پایدار نشده، مدرن شدن اون جامعه مصنوعی خواهد بود و دوام نخواهد داشت. صدام حسین عراق را مدرن کرده بود، ولی سیستم دیکتاتوری بود. دیدیم که با یک جنگ عراق به ویران تبدیل شد. در دوره شاه دیدیم که انقلاب ضد سلطنتی عملا دستاوردهای دوران شاه را به نوعی تحت شعاع قرار داد و هدفی را که شاه و کسان مثل او دنبال کردند با شکست مواجه ساخت. امروزه تمام مخالفان مدته به بهانه اسلام به میدان آمدند. فراموش نمی کنیم که روزگاری اتحاد شوروی وجود داشت، دنیا دو بلوک و جنبش های اعتراضی علیه جوامع غربی رنج سوسیالیستی داشت. از زمانی که اتحاد شوروی منحل شد و اردوگاه سوسیالیسم از بین رفت، اسلام به عنوان ایدئولوژی مقابل ایدئولوژی لیبرالیسم غربی مطرح گردید. اما در دوران جنگ سرد دو ایدئولوژی مدرن با هم در رقابت بودند. سوسیالیسم به عنوان یک ایدئولوژی مدرن با لیبرالیسم که آن نیز ایدئولوژی مدرن هست رقابت و حتی جنگ داشت. امروز هم اسلامیسم به عنوان یک ایدئولوژی گروه وسطایی میخواهد با یک ایدئولوژی مدرن معاصر درگیر بشود، و چون در عرصه بیان قادر نیست خواسته های خود را به صورت منطقی مطرح بکند، به خشونت روی می آورد. جوامع اسلامی اکنون قربانی کسانی هستند که خواهان بازگشت جوامع به قرون وسطا و دوران جاهلیت مال خودشان هستند. در این رابطه که نوعی جنگ قدرت است، قربانیان اصلی خود مسلمان ها هستند. در این مبارزه اندکی به منافع غرب ممکن است لطمه وارد شود، یا عملیات ایزایی از نوع حمله به دفتر شارلی ابدو انجام بگیرد، ولی عملیات اینچنینی در مقایسه با کشتار و کشته شدن میلیون ها انسان در افغانستان، عراق، سوریه، سومالی، لیبی و ویرانی تمام این جوامع اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست. کشورها به 100 سال قبل برگشتند. تمام دستاوردهای مدرن در کشورها نابود شده است. رهبران اسلامی که هر روز بر تبل جنگ میکوبند و عنوان با استکبار جهانی را دارند، در حال نابود کردن جوامع اسلامی هستند. آنها دیگر به فکر این دنیا نیستند، چون می دانند که اندیشه اینها در این دنیا
به نفع کسی تمام نخواهد شد. بنابراین وعده آخرت و دنیای دیگر می دهند. تمام جوانان را تشویق می کنند تا به کشتار بیگناهان دست بزنند، با این عنوان که به بهش خواهند رفت و به پاداش عمل خود خواهند رسید. مالک شفیع، یکی از ایرانشناسان معروف، اخیراً در مصاحبه گفته است که اگر قرار باشد هر کس به نام جهاد دیگران را بکشد بعد خود کشته شود به بهشت رود، آنگاه بهشت پر از جنایتکاران خواهد شد. بهشتی که اسلام وعدش را داده، بهشت انسان‌های آزاده، رحیم و انسان دوست است، نه جای قاتلان و آدم کشان. این طبق که در واقع جرایان اسلامی تبلیغ می کنند در عمل شدنی نیست، حتی با اعتقادات اسلامی تضاد و تناقض کامل قرار دارد. مبارزه با مدرنیته در جوامع اسلامی ضربات و در واقع خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشورهای اسلامی وارد شده است و هم اکنون وارد می‌کند. الان در کشورهای مثل ایران و عربستان سعودی که جنگ قدرت بین این کشور برای داشتن موقعیت برتر در خاورمیانه یا در کشورهای اسلامی جریان دارد، قربانیان بیشماری می‌گیرد. رهبران ریاض و تهران خود در جای نرم و گرمی نشستند، از همه گونه نعمت برخوردار هستند، ولی غیر مستقیم مسلمان‌های دیگر انسان‌های بی‌گناه را به کشتار هم دیگر وا می‌دارند. در هر صورت مسئله شارلی ابدو شکلی از مبارزه ضد مدرنیته ها با مدرنیته است. یعنی به این مسئله اگر بخواهیم ریشه ای نگاه کنیم، این چنین تعریف می شود که کسانی که از حمله به دفتر شارلی ابدو دفاع می کنند یا شارلی ابدو را متهم می کنند و محکوم می کنند، به نوعی با مدرنیته مخالفت می کنند. کار شارلی ابدو در واقع دفاع از آزادی بیان، دفاع از آزادی قلم و دفاع از آزادی دین بوده است و هیچ کس نباید دین خود را به دیگری تحمیل بکند. مسلمانان در فرانسه 8% جمعیت را تشکیل می‌دهند. یعنی از 64 میلیون جمعیت فرانسه 6 میلیون نفر مسلمان هستند. این جمعیت اقلیتی است که به هر حال از امکانات و رفاه موجود در این جامعه بهره‌مند می‌شود. نباید این جامعه بخواهد اعتقادات خود را به اکثریت اون جامعه تحمیل بکند. 58 میلیون دیگر فرانسوی مثل اونها فکر نمی کنند و این 6 میلیون نفر که البته همشون نیستند. آمارها و تحقیقات علمی نشان می دهد که در میان فرانسوی ها که به رادیکالیسم اسلامی گرایش پیدا کردن، تعداد این رادیکال ها 1 در 1000 هست. یعنی از در میان هر 1000 نفر 1 نفر دیدگاه رادیکال اسلامی دارد. اینان که به اقلیت کوچکی تبدیل می شوند، نباید و حق ندارند باورهای خودشان را به تمام از جمله به مسلمانانی که مثل اون فکر نمی کنند تحمیل بکنند. هیچ مسلمانی به آنها اجازه نداده است که بروند انسانهای بیگناه را بکشند و تحت عنوان دفاع از اسلام در جامعه بحران ایجاد بکنند.
یا برادران گواشی بعد از حمله به شالی بگویند انتقام پیغمبر اسلام را گرفتیم. پیغمبر اسلام به آنها مأموریت و مسئولیت نداده بود که بیایند چند نفر نویسنده را که گناهی غیر از نوشتن نداشتند و سلاحی غیر از قلم نداشتند در محل کارشان به گلوله ببندند و به این کار عنوان جهاد بدهند و همچنین جامعه را بخواهند به سلاح نابود بکنند، خود را در این رابطه از بین ببرند. در رابطه با اینکه این بنیانگرایان از چه وسائلی برای مقابله و مخالفت با مدرنیته استفاده می کنند، مسئله حجاب نیز مطرح می شود. در اسلام البته حجاب به شکلی که امروز مسلمان ها تبلیغ می کنند در 1400 سال پیش نمی توانست وجود داشته باشد. در آن زمان اکثریت جمعیتی که به ویژه در عربستان آن روز زندگی می کردند تنها یک لباس می پوشیدند، یعنی تنها یک لباس ساده دامن دانند که بدنشان را می پوشند و زنها به ویژه اکثریت جامعه اساسا امکانی نداشتند که انواع چادر و چادر فراهم بکنند یا بخواهند همه جای بدن خود را آنطور که امروز بعضی از بنیادگرایان ادعا می‌کنند بپوشانند. حجاب بعداً رایج شده و نوعی در واقع تحمیل مرد سالاری بر زنان در جوامع بدوی بوده است. در هر صورت در فرانسه به خاطر افراط‌گرایانی که می‌خواستن حجاب کامل و در واقع نقاب را در جامعه فرانسه رواج بدهند چند سال پیش قانونی گذراندند و گفتند نقاب زدن زنها در مجامع عمومی ممنوع است. این از یک طرف دلیل امنیتی داشت، چون وقتی کسی تمام صورت خود را میپوشاند معلوم نیست چیست و میتواند در جامعه که هر گونه آدمی هر گونه خلافکاری هم در آن وجود دارد پشت نقاب آنها شود. دومش در واقع این عمدتا زنان فرانسه بودند که خواهان گذاشتن یک قانون بودند، چون میدیدند اگر این نوع رایج حجاب یا نقاب عمومیت بکند بعد از مدتی لاغل بعضی مردان مسلمان که در اینجا آگاهی زیادی ندارد زنان و دختران خود را مجبور خواهند کرد که نقاب زنان و دختران در جامعه فرانسه جلوگیری بکنند. این بود که برای حفاظت از زنان و دختران اسلامی مسلمان در این جامعه قانون ممنوع کردن نقاب از مجلس گذشت و اجرا شد. از زمانی که این قانون در فرانسه گذاشته شده تمام مردم، تمام کسانی که خارج از فرانسه هستند و میخواهند دیارهای خودشان را به مردم فرانسه تحمیل بکنند هر روز از دولت فرانسه انتقاد میکنند که چرا حجاب را ممنوع کرده است. در فرانسه حجاب ممنوع نیست، حتی زنای مسلمان که در کارهای دولتی هستند مثل مأمور پست یا کارمند شهرداری در سر کار خودشان روسری میبندند و کسی مانع کار آنها نیست. تنها چیزی که در فرانسه ممنوع شده است نقاب کامل هست که این نقاب در هیچ جای دنیا به عنوان لباس سنتی نبوده و یک لباس ایدئولوژیک محسوب می شود.
پوشیدن این لباس نوعی تبلیغ اسلام بسیار رادیکال و ترویج اندیشه به شدت ارتجایی در مورد اسلام است. اکنون مسئله حجاب در میان بعضی از مسلمان یا کشورهای اسلامی حربه‌ای شده است تا به دولت فرانسه و ملت فرانسه هجوم بکنند، حمله بکنند و بگویند که دولت فرانسه حجاب را چرا ممنوع کرده است. و این در حالی است که اساساً ممنوع کردن نقاب، نه حجاب اونطوری که در مطبوعات گفته می شود، بیشتر برای حفاظت از زنان و دختران مسلمان بوده تا توسط بنیادگرایان و یا پدر و برادر ناآگاه خودشان به اسارت چشیده نشوند و پشت نقاب از پیشرفت باز نمانند. این قانون یکی از قوانینی بوده که برای حفاظت از آزادی زنان و برابری زنان با مردان در جامعه فرانسه لازم بوده و مخالفت با آن آشکارا مخالفت با مدرن شدن زنان و مخالفت با آزادی زنان و برابر حقوقی زنان با مردان هست. چرا باید مردان با صورت باز در خیابان ها حرکت بکنن، رفت آمد بکنن و زنها مجبور باشن صورت خود را پشت نقاب بپوشانند؟ این یک تحلیل قرون وسطایی است و جامعه فرانسه نمیخواست زنای یا بخشی از زنان فرانسه، زنان مسلمان دچار این گرفتاری بشوند و بنیادگرایان آنها را مجبور بکنند که خود را پشت نقاب زندانی بکنند. در موارد دیگر کلن کسانی که میخواهند با مدرنیته مخالفت بکنند، مسئله آموزش پرورش و سیستم لایسیته را مورد حمله قرار میدهند. لایسیته در فرانسه یکی از دستاوردهای بزرگ تمدن بوده است. لایسیته از اصول مدرنیته نیز می باشد. تا زمانی که دین از دولت جدا نشده است، امکان ندارد در جامعه آزادی وجود داشته باشد. اساساً وقتی پای خدا در میان باشد، دیگر از دموکراسی نباید صحبت شود. دموکراسی حکومت مردم بر مردم و در واقع قوانین زمینی و انسانی است. اما دین به هر حال قوانین آسمانی و اعتقادات ماورای زمینی هستند و این دو با هم جور در می آیند. جوامع اروپایی از زمانی توانستند پیشرفت بکنند که به نوعی عدم دخالت دین در سیاست را پذیرفتند. این عمل به سادگی انجام نگرفت. جنگ های مذهبی در قرن 16 و قرن 17 در اروپا بیداد شد. مدت 30 سال در قرن 17 اروپا در آتش جنگ های قبیله‌ای و مذهبی بیسوخت، تا اینکه در سال 1648 قانون جدایی دین از دولت عملا پذیرفته شد. قرارداد وستفالیا که در ایالت شمال غرب آلمان بسته شده، به نوعی میپذیرد که هیچ دولتی حق ندارد به نام دین به دولت دیگر حمله بکند. در آن زمان البته کلیسا با این قرارداد مخالف بود، ولی تعادل قوا به ضرر کلیسا بود، زیرا در جنگ های 30 ساله کلیسا عامل اصلی قتل عام مردم به
به دست دسته ای علیه دسته دیگر بوده است. این است که کلیسا از اون به بعد عملا عقب نشست. در انقلاب فرانسه 1789 عملا این 1789 بسیاری از کلیساها را آتش زدند. در جریان تظاهرات در مقابل مجله شارلی هبدو نیز مردم شعار می دادند که ما اجازه نخواهیم دید دوباره دین در سیاست دخالت بکند. ما 200 سال پیش کلیساهای خود را آتش زدیم تا دین دنیای مردم را به ویرانه تبدیل نکند. این است که هیچ کس حق ندارد به نام دین آزادی را محدود کند و از بین ببرد. قرارداد وستفالیا 1648 پایه جدایی دین از دولت بود. انقلاب کبیر فرانسه عملا این مسئله را تثبیت کرد و به عنوان اولین منشور حقوق بشر در دنیا پذیرفته شد و در سال 1905 قانونی در فرانسه تصویب شد که به قانون در واقع لایق بودن آموزش پرورش مربوط است. آموزش پرورش در فرانسه لایق، اجباری و مجانی است. این قانونی گفت همه کودکانی که در فرانسه متولد شوند حق دارند و باید مجانا توسط دولت تربیت بشوند و نسل‌های آینده از این طریق به اصطلاح رستخیز و خوشبخت بشوند. در این رابطه معیار این بود که نباید آموزش‌های عمومی دینی باشد. به همین جهت دیگر هیچ کشیشی به عنوان معلم استخدام نشده و از تدریس علوم دینی در مدارس جلوگیری شده است. کسانی که علاقمند هستند کودکانشان اصول دین را یاد بگیرند، روزهای چهارشنبه که مدارس ابتدایی تعطیل است می توانند کودکان خود را به کلاس های مخصوص آموزش دینی بفرستند که عمدتا به صورت داوطلبانه و خصوصی انجام می گیرد و ربطی به آموزش سراسری ندارد. یکی از در واقع حربه های مرتجعین علیه مدرنیته مخالفت با لایسیته و سکولاریزم است. سکولاریزم و لایسیته هیچ کدام به معنای نفی دین یا بی خدا بودن نیستند، بلکه این دو یعنی سکولاریزم و لایسیته میگوید که دین نباید با سیاست مخلوط شود. هر کسی حق دارد دین خود داشته باشد و هیچ کس حق ندارد کسی را مجبور بکند که دینی را بپذیرد یا از دینی بیاید به طور کلی. و موضع دولت در رابطه با دین انساست. به همین جهت دولت فرانسه کلیساها را از نظر مالی تأمین نمی کند و هیچ وقت به آموزش های دینی بودجه عمومی اختصاص داده نمی شود. چون مسئله لایسیته در کشور فرانسه مورد قبول مرتجعین نبوده است، بخشی از کشورهای اسلامی که دلارهای نفتی خود را نمی‌دانستند کجا خرج بکنند کوشیدند با فرستادن امام و مبلغ مذهبی جامعه مسلمانان فرانسه را در مساجدی که با پول نفت تأسیس کرده بودند به نوعی به سوی بنیادهایی جلب بکنند. اکثریت مساجدی که در فرانسه ساخته شده است با
بودجه عربستان، با بودجه قطر یا بودجه کشورهای شمال آفریقا بوده است. اداره مساجد عمدتا توسط اخوان المسلمین و حقوق آنها، یعنی حقوق امامان این مساجد و اداره کنندگان متولیان آن، از طرف عربستان سعودی و قطر تأمین و پرداخت می شود. این مسجد، این محله ها در واقع برای رواج دادن اسلام و مخالفت با سکولاریسم و لایسیته بوده است و می بینیم که به خاطر قوانین دموکراتیک که در جامعه فرانسه وجود دارد و آزادی دین در اینجا برقرار بوده، بخشی از کشورهای اسلامی و گروه های ارتجاعی از این امکانات سوء استفاده کرده و تعدادی از جوانان مسلمان را به ایدئولوژی اسلامیسم جلب کردند و به دست آنها به جنایت و آدمکشی اقدام کنند. واقعی مجله شارلی ابدو دولت فرانسه را هوشیارتر کرده، جامعه فرانسه را نیز بیدار کرده. در تظاهرات مردم همه قلم و مداد دست گرفته بودند و می گفتند که ما از آزادی قلم و نوشتن و اظهار عقیده کردن دفاع می کنیم. اگر 4 میلیون نفر در تظاهرات شارلی ابدو به خیابان آمدند، هدف اصلیشان دفاع از آزادی قلم، دفاع از آزادی بیان و دفاع از آزادی داشتن عقیده مشخص بوده است. به هیچ وجه مسئله دشمنی با کسی یا موضع‌گیری علیه کسی نبوده. اینا میگویند آزادی، آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی دین، داشتن دین و نداشتن دین جزو افتخارات جامعه فرانسه است، جزو دستاوردهای تمدن بشری است و ما از اینها دفاع میکنیم. دفاع از مجله شارلی، دفاع از آزادی بیان، دفاع از آزادی عقیده و دفاع از آزادی قلم است و هر کسی به هر بهانه مجله شارلی را متهم بکند و اون را محکوم بکنن، مستقیم و غیر مستقیم با آزادی قلم و آزادی بیان مخالفت کرده است و کار نادرستی انجام داده است. هموطنان عزیز، در اینجا صحبت من برای چند لحظه قطع می شود. تا چند لحظه دیگر من بازم در خدمت شما خواهم بود.